بریم سراغ این ماجراهای دیگر. و دوباره دیدم که این کاوه موسوی رو ارده بودن تلویزیون و برای خودش میبافت و میرفت جلو و میگفت من اصلا نوشتم، من نوری رو گرفتم، من کردم، من گفتم و اینا. ولی ماجرای پلیس بریتانیا که گفته اتهام شکایت از عطاالله مهاجرانی به عنوان تشویق به تروریسم را بررسی میکند، میخواستیم ببینیم که این چیه، آیا به جایی میرسه این شکایت، نمیرسه، چی معنی؟ خب در این که متاسفانه ایران اینترنشنال این عناصر بی اعتبار رو دائم و حتی بعد از این که رو میشه دروغ پردازی ها و حق بازی هاشون میاره، متاسفانه اونا باز پاسخگو بشن که خب نیستن. ببینید من 280 صفحه آچار با سند مدرک، صدها مدرک و سند راجع به کاوه موسوی دروغ پردازی هاش و حق بازی هاش منتشر کرد، توضیح دادن اصلا نه حقوق داره، نه یه ساعت عمرش حقوق خونده، ولی این دروغ و تقلا رو میگه. باز میبینی میرن میارنش تلویزیون میگن حقوق داره. خیلی ساده است، قشنگ میتونه با چند تا مکاتبه با دانشگاه آکسفورد بفهمن این حقوق دان هست اونجا درس حقوق خونده یا نه، کاری نداره اینا که. برای این دروغ ها رو میگن و القاب الکی دکتر و مشتر به این میبندن، در حالی که خب خیلی ساده میتونن در بیارن آقا اساسا ایشون تزی داره، دکتر هست، تزش کجا، پیش کدوم استاد، در کدوم کتابخونه هست. من همه این اسناد و مدارک که من تو مقالم گذاشتم و توضیح دادم که این چه شیاد و چه حقباز و چه در واقع دروغگویی است. این یک. حالا یکی بردست داره مثل ربکا مونی که متاسفانه به خدمت این در اومده و از نظر من خب به هیچ وجه هم یه رابطه سالمی وجود نداره، ولی هر دروغی که این میگه پاشو امضا میکنه و بازیچه‌ام هست. حالا چه رابطه با من نمیدونم، ولی واقعا رابطه سالمی نیست، این نظر منه. ولی ادعایی که مطرح میکنه، نمیدونم 400 صفحه نوشتیم برای دروغ و تقل. آقا اصلا خود حمید نوریش هم پرونده‌ای که ما تهیه کرده بودیم شکایت اولیه 13 صفحه است. خب و تمام اینا دروغه، تمام اینا حقبازیه و بعد نمیدونم یه مشتی جفنگیات سرهم میکرد اونجا که آقای چین عطاالله مهاجرانی رو به جرم کشتار 67 میخوایم بگیرمش، بگی خود دروغ میگه، این حقبازه، این شعیاده. یکی بره حتی حکم حمید نوری رو بخونه میفهمه، به این حقباز بگه اگه راست میگی برو همون حکم دادگاه حمید نوری رو برده بذار توی این برابر که قول داده بودی خودم میرم ترجمه میکنم، کسی تو سواد سوئدی نداری که ترجمه کنی که، ولی حالا بماند حکم ترجمه شده است، برید نگاه کنید. آقا برای اثبات اتهامات حمید نوری که ده ها نفر اومدن میگن تو راهروی مرگ دیدیمش، خودش منو برده، خودش اینو به من گفته، خودش پولو گفته، خودش منو از بند کشیده بیرون، خودش منو برده تو اتاق دادگاه، این همه شاهد ما آوردیم، این همه مصیبت رو بتونیم اینو ثابت کنیم، الکی اومده نشسته اینجا نمیدونم بله ما به جرم جنایت شرکت در جنایت نمیدونم 67 اینو فلانش میکنیم 20 سالش. اگه اینو کرد من دیگه راجعه کشتار 67 اگر کوچکترین اتهامی متوجه عطاالله مهاجرانی در انگلستان شد، من به شما قول میدم برنامه رو با میانتیبی تعطیل کنم. در ارتباط با موضوع به ما چه مربوطه آقا؟ شما دو تا دیگه دعوا دارن، شما چرا اینجا سر ما رو تابش کنید؟ نه برای اینکه اصلا سن دیگه آقای بهبهانی، برای اینکه من دیگه یعنی سیاست نمیشناسم، من دیگه ملت رو بیام علاف کنم که چی، شما رو علاف میکنم چی، برو با یکی دیگه صحبت میکنی که بالاخره یه خود رو بشناسه. من که ابتدایی ترین چیزها رو نمیشناسم بیام به وقت ملت بگیرم که چی؟ ببین من تردیدی در این ماجرا ندارم که امکان ناپذیره شما کشتار 67 رو بخوایی نسبت بدی به آقای عطاالله مهاجران. از نظر من اینا تماما مسئولن، از نظر من مهاجرانی و همه کسایی که در دولت حضور داشتن و در قدرت و در حاکمیت بودن در کشتار 67 و دیگر جنایات رژیم سهیم هم، تردیدی در این ماجرا نیست.
اینها همشون مسئولیت حقوقی دارن. اما این که شما بخواید در یه دادگاهی این رو اثبات کنید در انگلستان با محدودیت انگلستان غیر ممکنه. کاوه موسوی یه شیاده، یه حقه‌بازه و از این دروغ‌ها تا حالا کم نگفته. نصف جنایتکاران جهانی رو هم این ادعا میکنه که گرفته. خب میگه چی اسمش، شکایت نامه علیه پینوشه هم این نوشته. خب همون موقعی که با رژیم نرد عشق میبافت و بین تهران و لندن در حرکت بود میگه که من نوشتم. خب یه حق بازی غیر از این کردم انتظار نداره. 7 دفعه دوره رفسنجانی رفته ایران، 7 دفعه. خب حالا این بماند، من که عرض کردم. حالا برای چرا داستان شکایت دت و همون تروریسمش مطرح شده؟ برمیگرد به شرایط جدید. شرایط جدید چیه؟ اعدام علیرضا اکبریه. اعدام علیرضا اکبری چون یک شهروند انگلیسی اعدام شده، اینجوری دارن واکنش نشون میدن. خب اما جدیه؟ فکر نمی کن. امیدوارم باشه. ولیکن تازه پلیس میخواد بررسی کنه. معلومه شما هر شکایتی بکنید پلیس بررسی میکنه، هر شکایتی راجب هر چیزی. ولی این دوباره برای اینا فرصتی ایجاد میشه که بیان و نمیدونم یه مشتی مردم رو به نوعی سرگرم کنن و با این دروغ و دغلاشون برای خودشون هم فرصتی ایجاد میشه، چون اینا هنری که ندارن با این دروغ و دغلا زندن دید.